دوباره به شما عزیزان و بیننده های ضرباهنگ. در جلسه های قبلی راجع به ریتم ها، آرپژ ها، آکورد ها و گام های متفاوت و متغیر با هم صحبت کردیم. همینطور یاد گرفتیم چطور ترانسپوز کنیم، چطور سرعت یا تمپو رو بالا و پایین کنیم، چطور بشماریم، شمارش کنیم و چطور پاساژ بدیم تا رنگ به سرود خودمون، به نوازندگی خودمون و حس به این شرایط بدیم. اما اگه یادتون باشه راجع به مضراب و پنجه قبلا صحبت کردیم. خیلی از عزیزان کامنت هایی که گذاشته بودن سوال کرده بودن که شما هیچ جا راجع به ناخن های دست راست صحبتی نکردید. در فصل یک به اختصار اینو گفتم که نیازی نیست که ناخن ها خیلی بلند باشه. بستگی داره به چاق بودن یا به عبارتی پر بودن گوشت های انگشت های شما. ولی بیشتر از 1 میلیمتر چه انگشتی لازم نیست که ناخون اون بلند باشه. ولی اگه یادتون باشه گفتیم که مضراب کار خودش رو انجام میده و همینطور پنجه کار خودش رو انجام میده. خب در درس‌های قبلی یاد گرفته بودیم که مضراب ها چی هستن. گفتم مضراب ها به چند دسته تقسیم میشن و مضرابی که ما خیلی ازشون استفاده میکنیم مضراب های تین هستن که برای ریتم زدن های شفاف استفاده میکنیم. گفتیم درجه سفتی یا سختی اون 46/100 بهترین هست برای گیتارهای کلاسیک که برای ریتم های شفاف و خیلی خوش صدا در روی سیم به اصطلاح سر میخورن. برای مضراب های مدیوم گفتیم بهترین درجه ای که ما میتونیم داشته باشیم 72/100 هست که ملودی های شفاف و قابل انعطافی رو داشته باشیم و همینطور مضراب های هوی که از 1.3 به بعد درجه های سفتی اون مشخص میشه که گفتیم خیلی سخت هست، تکون نمیخوره، انعطافی نداره و برای تریول زدن ها و ملودی های خیلی تند از اون استفاده میشه. برای شروع گفتیم که مضراب تین و مضراب مدیوم رو حتما تهیه کنید و سعی کنید با مضراب به اصطلاح بر روی گیتار نوازندگی کنید و پنجه کار خودش رو انجام میده. در بخش بعدی میخوایم یک ریتم 4/4 ساده رو با پنجه و هم با مضراب با هم تمرین کنیم. تفاوت نوای این مضراب و پنجه و شنیداری اون رو با هم دیگه تجربه کنیم و بعد با هم دو سرود رو در بخش سوم به اصطلاح داشته باشیم. پس در بخش دوم با ما باشید. خب ریتم یا گام های 4/4 گفتیم 4/4 یعنی 4 تا نوت سیاه در هر میزان که گفتم مثل تیک تاک ساعت باید در همه میزان ها مساوی باشن. اما 4/4 که امروز میخواییم با هم یاد بگیریم ضربه اول نوت سیاه هست، 1 و 2. ضربه بعدی یعنی 2 و 2 نوت چنگ هست، پس هم روی 2 و هم روی و یعنی به صورت رفت و برگشت ضربه میزنم. 3 نوت سیاه هست و پس هیچ چیزی نمیزنم و 4 و دوباره نوت چنگ استفاده میکنم، یعنی نوت به اصطلاح نصف یک ضرب. پس ضربه های من میشه 1 2 و 3 4 و میخوایم در قسمت بعدی بر مبنای این ضرباتی که الان میبینید در تصویر کنار من، این ضربه هایی که حساب کردیم، میخوایم هم برای مضراب و هم برای پنجه صدای اون رو تشخیص بدیم که کدوم برای ما دلنشین تره نسبت به آهنگ، نسبت به سرودی که میخوایم بشنویم. به اون تونالیته و لطافت آهنگ بستگی داره. پس در بخش سوم با ما باشید تا دو تا سرود رو با هم کار کنیم، هم بر مضراب و هم برای پنجه و تفاوت این دوتا رو تشخیص بدیم. در بخش سوم ما رو همراهی کنید. Thank you.
بخش سوم خوش آمدید. میخوایم که با هم یک سرودی رو کار کنیم. سجیلای سوم رو میبندم و از لامینور شروع میکنم، با آکورد لامینور شروع میکنم، ولی سجیلای باره سوم رو میخوام ببندم و اول میخوام یک قسمت از این آهنگ رو فقط با مضراب بزنم و به گیتار دقت کنید. ضربه ها رو گفتیم، یک دو و سه چار و یک دو و سه چار و یک دو و سه چار و گفتم سجیلای سوم رو میخواییم ببندیم، پس کاپوی خودمون رو بر روی باره سوم قرار میدم. دقت کنید به لامینور، چقدر صدا زیرتر شد. چون طفلی کوچک در آغوش تو آرامی گیرم، با تو میمانم، تقریمت کنم زندگیم را، تسلیمت شوم با تمام جان، لمس کن قلبم را، تبدیل کن مرا شبیه تو، شفم عیسی با من باش پدر، کنارم بمان، بارهایم بردار، محتاج تو. میخوام قسمت دوم این سرود رو همون ریتم با پنجه بزنم. ترتیب رفت و برگشتاش رو بر همون مبنای مضراب حساب میکنم، ولی ضربه ها هیچ تغییری نمیکنه. دقت کنید. مشتاقم باشم تو ای عیسی، از تو بشنوم، رویت ببینم، میپرستم منجی و شاهم، چه پر جلالی خداوند من، لمس کن قلبم را، تبدیل کن مرا تا شبیه تو، کنارم بمان، بارهایم بردار، محتاج تو. پس دیدید که من با پنجه که میزنم از آرپژام استفاده میکنم، با مضراب که میزنم از پاساژها استفاده میکنم، اون سلیقه ای که شما نسبت به تونالیته آهنگ برای سرود خودتون انتخاب میکنید. میخوام یه سرود دیگه با هم کار کنیم و آکوردهای اون رو ببینیم. خب سجیلا رو لازم ندارم برای این آهنگ،
آهنگ رو از می مینور میخوام داشته باشم. به اتای تو داخل شده ام تا بینم جمال چهره ام با خون بره آمده ام پر شوم ز آتش روحم محبود من محبوب من ای محبود من محبوب من نام تو قد پس یاد گرفتیم که چطور با پنجه یک ریتم مشترک رو با مضراب و پنجه با استفاده از آرپژ ها و گام هایی که یاد گرفتیم و کورد ها یا آکورد هایی که در اون گام هستن بنوازیم. در برنامه بعدی از ضرب آهنگ با شما عزیزان خواهیم بود.